های ارائه شده و تبلیغاتی که از تلویزیون عصر امروز پخش می شود به عهده برنامه سازان و صاحبان آگهی است و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد. بیننده های خوب و عزیز، خوش آمدید به برنامه لایو ویت سوزی. مثل جمعه های هر هفته بین ساعت 5 تا 5 و 50 دقیقه به وقت محلی لس آنجلس با شما صحبت می کنیم. تکرار برنامه روزهای شنبه بین 11 تا 11 و 50 دقیقه صبح به وقت لس آنجلس هست. از طریق asramruz.com یا ماهواره میتونید برنامه ها رو ببینید. خوشحال هستم که امروز دو مهمان عزیز در کنار خودمون داریم که هر دو معرف حضور شما هستن. برمارین کار بنده امروز بسیار راحت و آسان و ایزی هست. آقای فریبرز داوودیان عزیز، دوست و همکار خوب که در خدمتشون هستیم، و آقای حامد نیکپی، جوان برف میگم حامد جان. ما جوان نیستیم، ایشان جوان هستن. نه یادم افتاد به مصاحبه پریشب رادیو گفتم جوان، گفت تا چند وقت میخواییم به من بگیم جوان؟ برای همین زود اومدم حرفم رو عوض کنم. خوب کرد. ولی در حال یک هنرمند بسیار با استعداد و خوشرو و کلی طرفدارهای خودش رو هم در این چند سال جمع‌آوری کرده در اقصا نقاط جهان، و بهانه‌ای که امروز دور هم نشستیم در حقیقت به خاطر کنسرتی هست که روز یک شنبه در ال ری تیاتر برگزار خواهد شد. خانم سوسن دهیم، یکی دیگر از هنرمندان بسیار خوب و یونیک ما، که دوست داشتیم امروز در خدمت ایشون هم باشیم، که دارن تمرین در حقیقت شو ایشون در حقیقت ایت هر شو بی خودی ما. من سوسن دهیم هستم. نه، من سوسن دهیم نیستم. برنامه زنده است؟ نه خیر، برنامه خدا رو شکر اینجا شو ادیت کنید. زنده است؟ تو نگفتی من یه لباس خوب بپوشم. حامد هی به شما گفت که این معلومه که کت ایشون رو قرض کردن. نه ولی واقعا این برنامه بی شوخی، برنامه کنسرت خانم سوسن دهیم هست. ایشون خیلی سلام به همه شما بیننده های خوب رسوندن، ولی در مشغول تمرین هستن برای کنسرتشون. ابسولوتلی یک شنبه در ایرای تیتر. و اما حامد نیکپی عزیز که چندی پیش اینجا مهمان برنامه ما بود، هم قرار هست که مهمان هنرمند برنامه سوسن جون باشه. در نتیجه لطف کرد دعوت منو پذیرفت، اینجا هست. و اما آقای فریبرز داوودیان که ایشون رو هم با نصر پیاز هستم بنده نتر شما اصلا اصل به کار هستید. فریبرز عزیز دعوت رو پذیرفت، خوشحال هستم که اینجا در کنارش هستیم. با فریبرز جان هم در طول سالهای سال گفتگوهای متعددی که داشتیم به خاطر کارهای بازیگری، نویسندگی، کارگردانی، you name it، باش همیشه گفتگو داشتم، در کنارش بودیم، برنامه ها رو تقدیم حضورتون کردیم. اما امروز فریبرز عزیز در اینجا حضور داره که به ما بگه که حالا داره این کنسرت رو در حقیقت چرا کنسرت تهیه کرده؟ بله، تهیه کرده و میخواد امروز برامون بگه که چه خبر است. اول خدمتتون سلام عرض کنم، خدمت تمام تماشاگر عزیزتون، و نوروز باستانی دفعه قبل رو به شما تبریک. چرا همیشه باید یه سری تبریک گفت؟ بله، تولد من باشه. ماه رمضان و عید فطر تموم شد. رمضان امروز نه، فکر نمی‌کنم. پس شما هنوز روزه هستید؟ من هنوز روزه. خلاصه واقعا همتون رو از صمیم قلب دوست دارم. همونطور که دوستانتون میدونم، من تخصصم کارهای کمدی و طنز هست، و برای همینه که خیلی برام سخت جدی روی صندلی، و الان اصلا روی صندلی احساس ناآرامی میکنم. یعنی همش میخوام یک جوری یه شوخی در مورد شو هم ممکنه ما روی صندلی اینجوری نشسته باشیم. صندلی من میذاره لقه در زن ها، حالا زلزله بشه من با مغز میرم توی دوربین. خلاص اختیار خدا نکنه، خدایا زلزله نشه تا این برنامه رو تموم کنم. نه، عرضم به حضورتون که بنده به عنوان یک هنر دوست اینجا هستم، نه یک هنرمند. چرا که ما جوانای ایرانی که یعنی موقعی که جوان بودیم در ایران، موسیقی یک امر مهمیه برای ما ایرانی ها، البته بیشتر دنیا. برای ما ایرانی ها واقعا خیلی موزیک دوست هستیم. یه اتفاقی افتاد برای ماهایی که از جوانی اومدیم امریکا، این بود که خب از یه بک‌گراندی اومدیم، یه موسیقی در ایران داشتیم، هنرمندایی داشتیم خارق‌العاده، آهنگ‌های
واقعا جالب و گیرا. ساعت‌ها ما جلوی تلویزیون به این خوانندگان عزیزمون گوش می‌کردیم. بعد به نظر ما اومد که ما اومدیم امریکا و دو اتفاق افتاد. یکی این که چشم ما باز شد به هنرمندان خارج از ایران، از پینک فلوید گرفته تا کولد پلی تا جترو تال تا لید زپلین، دیگه 100 میلیون گروه از رولینگ ستونز. خب از یه طرف سلیقمون یه ذره بیشتر بالا رفت، انتخاب برامون بیشتر بود. از یه طرف به نظر ما اومد که بعضی از هنرمندهای ما در سال 77-78 ایران منجمد شدن و برای بعضی از ما یه جور به اصطلاح خمار شدیم که اوه پس چی شد، حالا به کی گوش بدیم. البته خب بعضی از هنرمندانمون ادامه دادن به راه خودشون، هنوزم خیلی موفق هستن، کنسرت های 100,000 نفری میذارن. درسته. ولی به گوش بعضی از ما بعضی از این ملودی ها خسته کننده شده. بعضی از این آهنگ ها آهنگاییست که شنیدیم و همون آهنگ هی داره تکرار میشه، مثل که همون آهنگ رو ریسایکل میکنن. بعد میان چهره هایی مثل حامد عزیز، نه جدی، کاملا یونیک، از ایران میاد، چهره جدید و تازه، تعلیم دیده، تحصیل موسیقی کرده، صدای قشنگ، چهره قشنگ، و یه کاری به ما عرضه میکنه که ما یه دفعه قلقلک میشه، میگیم ای خدا هنوز امیدی هست، هنوز تمام هنرمندان ما در سال 78 منجمد نشدن. هنرمندی میاد مثل سوسن دیهیم که تعلیم دیده، تعلیم رقص، تعلیم صدا، روی اصول میخونه، در امریکایی ها چقدر معروف و محبوبه. من با سوزن دهیم سالهاست که دوست هستم، خیلی دوستش دارم مثل خواهر. حامد رو از دقیقه اولی که روی صحنه دیدم طرفدارش بودم، تمام شوهاشو تقریبا دیدم. یه روز منزل دوست عزیزم سوزن دهیم بودیم، این ویدیو مرابوسش رو به من نشون داد. منم تا حالا کنسرت تهیه نکرده بودم، ولی چون تئاتر تهیه کرده بودم، خب یه آدمایی رو میشناسم و میان و میبینن و کارامو دوست دارن. گفتم سوزن جان تو باید بیشتر بیای توی ایرانی ها، چرا خودت رو فقط در این محیط اروپای امریکایی نگردی؟ و واقعا هم سوسن شناخته شده و قابل احترام، خیلی از هنرمندای موزیسین های شناخته شده بله غیر ایرانی هستند. خلاصه یکم با اصرار ما و یکم با صحبت و دو تا میتینگ گذاشتن اینها، سوسن عزیز رو آوردیم توی محیطی که یک سری آهنگ های قدیمی خاطر انگیز ایرانی یا نوستالژیک ایرانی رو با ارکستر بسیار قشنگ و حرفه‌ای جاز خودش اجرا بکنه، و برای اینکه یک گل قشنگی هم روی میز گذاشته باشیم، حامد عزیز دست گلمون رو دعوت کردیم و یک کنسرتی تهیه دیدیم. خیلی برنامه خوبی خواهد بود که انشالله یه چیز متفاوت، تازه از ملودی ها جدیده، نحوه اجرا جالبه، و این برنامه که این یک شنبه در لس آنجلس خواهیم داشت. چقدر صحبت طولانی و قشنگ، بسیارم قشنگ و جامد صحبت کردید. شما تشریف داشته باشید، قسمت دوم برنامه شما. نه ولی واقعا خیلی قشنگ مطالب رو فریبرز جان برامون گفت که اصلا از کجا این کنسرت سرچشمه گرفت، چی شد که تصمیم گرفتن همچین کار قشنگی رو انجام بدن، و حالا که صحبت مرا ببوس شد، این ترانه‌ای که مطمئناً خیلی از شما عزیزان رو میبره به روزهای خوش سالیان سال پیش که این ترانه رو برای اولین بار، شاید خیلی از ما در سنین کمتری بودیم، خود من بچه سال بودم وقتی این ترانه رو برای اولین بار پخش شد شنیدم، و به هر حال این ترانه هم خودش یک تاریخچه خودش رو داره که خیلی از شما احتمالاً بزرگترها تاریخچه این ترانه و آهنگ رو بهتر از ما میدونید، ولی در هر حال ترانه زیباییست، خاطره سازه، و میریم با اجرای جدید سوسن دهیم اگه موافق باشید این میوزیک ویدیو رو میبینیم، ببینیم احساسات شما در چه حدی داره با این ترانه و با این میوزیک ویدیوی که میبینید تحت تاثیر قرار میگیره. برمیگردیم با فریبرز داوودیان و حامد نیکپی، گفتگون رو ادامه میدیم، با ما باشید. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته،
گذشته ها گذشته، منم به جست جوی گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها، به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها، شب سیاه سفر کنم ز تیر را گذر کنم، دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم تا سر بگذاری بر سر من، ای دختر زیبا از برق نگاه تو عشق بی گناه تو روشن سازد امشب من، روشن سازم امشب من، روشن سازم امشب من، مرا ببر
2-3. خب دوستان عزیزم، خوش آمدید به ادامه برنامه لایو ویت سوزی. این میوزیک ویدیویی که از جدیدترین کارهای خانم سوسن دهیم بود تحت عنوان مرا ببوس ملاحظه کردید که به هر حال می‌خواستیم شما رو بیاریم برای ببوسم. نه آقا، ما درست از سان فرانسیسکو اومدیم. خراب نکنید لطفاً این ترانه به این زیبایی و این همه خاطره، و واقعاً هم چقدر قشنگ این اجرا بود و این بازسازی و بازخونی. اوریجینالش آقای گلنراقی خونده بودن دیگه، درسته؟ بله بله، احمد گلنراقی، محمد گلنراقی فکر می‌کنم، البته خیلی هم مطمئن نیستم. حامد جان لابد بهتر. حالا جایت خودت، منم عرض سلامی دارم با اجازه شما. هم تشریف آوردید. آقای فریبرز دوست قدیمی گل من. سوزی جان، کاش خود سوسن اینجا بود. واقعا جات خالیه سوسن عزیز، جات خالیه. امروز البته با هم سر تمرین بودیم. منم افتخار داشتم که بخشی از این برنامه باشم. خیلی هم خوشحالم از همکارای قدیمیمون در بند هستن. با سوسن هم 6 سال پیش کنسرتی رو داشتیم و این به قول خارجی تجدید بیعت خوبیه. به به، خب چقدر عالی. فضای کارم این ویدیو رو که دیدم تقریبا تو همین فضا هست، فضای جز، به اضافه اینکه مهدی باقری عزیزم توش کماچه میزنه، من عود میزنم و آواز میخونیم بعضی از کارها رو با سوسن جان. مرسی از توضیحاتی که حامد جون برامون گفت. فقط دلم میخواد یه مقداری پیکچر اون شب کنسرت رو برای ما یه آقا ما بگیم. آقا اجازه هست بفرمایید شما. خب کاری که ما کردیم حامد جون این بود که یک فضای مثل کاباره های قدیم ایران یا کبره های اروپایی به وجود آوردیم. میزهای گرد داریم، 4 نفر 4 نفر. دوستان یا میتونن یه میز 4 نفری با هم بگیرن، یا میتونن یک صندلی یا 2 صندلی هر چند تا که میخوان بگیرن و با عزیز دیگری سر میز باشن و همدیگر رو ببوسن در طول کانسرت اگر میخوان. خیلی محیط جالبه. اونجا مشروب سرو میشه برای دوستانی که دوست دارن یه لیوان شراب هم با موزیکشون نوش جام بکنن. حالت صندلی و حالت تئاتر و کنسرتی نیست، حالت سیتینگ نیست، نه نیست، ردیفی باشه. بله، خیلی جاز کلابینگ فکر کنم. بله، فضای حالا شاید بهتر از کبره فکر کنم فضای جاز کلاب. محیط خیلی قشنگه، یکی از سالن‌های زیبای لس آنجلس. من خودم 15 سال پیش اولین تئاترم رو توی ال ری تئاتر شروع کردم. نه عروسی که در چیز بود، ویلچریبل تئاتر. بله، خلاصه یه محیط جذاب قشنگ. مردمی که سوفار از ما بلیتاشون رو خریدن همه میدونیم چه تیپایی هستن، آدمای ترگل ورگلی که دور و برشون دوست داریم با هم باشیم. یه به حالت مهمونی ماننده به اصطلاح، همه همدیگه رو میشناسیم. اگر افرادی برنامه رو میبینن که منو میشناسن، حامد جون رو میشناسن، سوسن دهیم رو میشناسن، تشریف بیارن یه مهمونی خانوادگی. ایشون هم اگه میشناسه خب بیان، قبوله. فقط دم در بگین که ایشونو میشناسه. یه قدم هم عقب بودیم. مقداری هم بلیت هنوز هست، البته فروشمون خوب بوده. محیط هم کوچیکه، خیلی بزرگ نیست. سالن قشنگیش همینه که 3000 نفر گفتین. نه بابا، سی اتفاقا فقط 3400 نفر یه سال. بعد برای جوانترایی که دوست ندارن بشینن و دوست دارن معاشرت کنن، مثلا دنبال همسر میگردن، میخوان آشنا بشن، دختر پسرای جوونمون، خب خیلی‌ها برای اینجور چیزا میرن بیرون واقعا. بعد استندینگ روم داره. بله، چه همه باید ازدواج کنن، خوشبخت بشن، بچه دار بشن. هر ایرانی باید صاحب چند بچه بشه که ما قومون بزرگتر بشه، که جمعیت ایران برسه به 100 میلیون به زودی. بعد هم برمیگردیم ایران. حالا بحث سیاسی شد. بله، خواهش می‌کنم برگردیم به همون اینترتینمنت. بعد بوده. یه تیکت‌های دیگه‌ای داریم که میتونن پشت سالن سر پا هستن، میتونن راه برن، با دوستاشون صحبت بکنن. که جوانام خیلیشون اینجوری، جوان‌ترا اونجوری ترجیح میدن. خلاص، این محیط خیلی جذاب و قشنگه. لوکیشنش هم که میدونید ویلشر بولوارد لابریا است، در سالن معروف ال ری تئاتر. یک شنبه هست. یک شنبه 27 همین یک شنبه در پیش رو هست. ساعت 7:30 هم درهای سالن باز میشه. 8:30 مشخص. برنامه‌رم به من گفتن که تا کنسرت شروع میشه برنامه من مثل که زلزله شد. نه فریبرز جان، آروم نگو. حالا من به بهانه‌ای که دارم میفتم هی هم یه دستم میذارم روی پای حامد جون و یه دستم خدا این برنامه رو سانسور کنید. خدای واقعا ارزم بزرگتون اتاق فرمان دست به دامنتون. اتاق فرمان کمک.
خب. بلیت هم که میدونیم که یک دوست دیگه ما داریم، خانم لیلا سالارتاش عزیز، که وبسایت ticketbloom.com رو دارن. اگه اون زیرم بنویسن ticketbloom.com که ما دیگه واقعا خوشحال میشیم. خیلی خوشحالم که اسم آقای حامد نیکپی و وبسایتشون اونجا نوشتیم. منم که اینجا اصلا شما که نخود لوبیا هستم، پرودوسرا رو ما نمی‌نویسیم اسمشون، اسمای پرودوسرا که نیستن، پرودوسرا ما کی اوکی دوکی، ولی میتونیم که ticketbloom.com بعد از آهنگ بعدی رو فراموش نکنین خانم شریع. بعد خانم شریع رضایی که شریع جون هم خیلی خوبه، بله شریع هم همکار منه در این البته ایشون خیلی کنسرت میذارن برای محسن نامجو، شریع برنامه داشته برای کیاسک رو همیشه میذاره، کیاسک هم قراره منو شریع با هم انجام بدیم. شریع رضایی هم نمیتونست بیاد و پرفیوژن ایونتس که جاش امروز خیلی خالیه و خیلی خیلی خوشحالیم که این برنامه داریم میذاریم. بله البته من جا داره بگم از روزی که با حامد عزیزم آشنا شدم، وقتی داشتی راجع به ایرای تیاتر میگفتی، من در ایرای تیاتر بود که اولین بار مهمان بودیم جفتمون و ما بکشونم کار هنرنمایی حامد شدم. منم اونجا بودم بله Absolutely. که با کیاسک اومدی، نه من جز مهمونا بودم، من اینجا برای ویدیو کلیپ ضبطم ویدیو کلیپ اومدم بعد بچه ها، چون ما اون آهنگ آیا رو بیارو در حقیقت من و آرش با هم کار کرده بودیم در اولین اجرام در سولفست برای فستیوال سان فرانسیسکو که اینو آنالوگ اجرا کردیم و آکوستیکو، بعد در آلبوم اومد و محسن جان رو دعوت کردن که خوندن. بعد از اون مدت ها هیچ خبری هم نداشتیم، کار خودمون میکردیم که آرش و گروه تصمیم گرفتن که ما رو سورپرایز کنن، گفتن به روی صحنه بیام. ما هم برای فیلم برداری اینجا بودیم، بعد رفتیم و روسنو بعد با همه شما آشنا شدیم. منم اون شب رو قوقا کرد، یعنی بله. من بلافاصله دیدم مای گاد عجب تالنتی ماشاءالله، و سری رفتم اون پشت گفتم من میخوام با این آقا آشنا بشم. خودم دقیقاً اولی مصاحبه‌مون هم اینجا در 67 با سوزی جان داشتیم دیگه، و واقعا چقدر خوشحالم از این آشنایی، چقدر مرمز. خوشحالم که این استعدادهای خوب و جوان رو میبینیم و حامدم با هر دو هستم. حامد هم در زندگی خارج از صحنه‌ش هم یک جوان دوست داشتنی بسیار. و مهربون، بله، یک هنرمند واقعیه و اینجور انسان‌ها وقتی که میان روی صحنه شما عصاره وجودشون رو می‌بینید، فقط به صدا و سازشون گوش نمی‌کنید، یک موجودی رو می‌بینید که دوست داشتنیه. لطفاً و حامد هم همین بله من حتماً بعد از اینجا باید برم خواستگاری شما که بیان، حتماً اون دختر از خانواده به من میگه. حامد جان تو ماشاءالله تو خیابون که راه میری مثل حضرت یوسف همین تو دخترها قش میکنن در حال خیار پوست کندن، خواهش میکنم آقا شایعه پراکنی نکنی هیچ خبری. خب حالا ما از فریبرز داوودیان اگه موافق باشید بپرسیم، حالا که ایشون خیلی پروپاگاندای ازدواج و بچه و اینا رو داشتن، شما مزدوجین، یکم هم moving to your personal a little bit like American entertainment shows، شما که آشنایی دارید. شما من فقط بهتون میگم که از وقتی پسر به دو سال و نیمه دارم، بله اونی که دیدم اگر جوانانی برنامه رو تماشا میکنن که هنوز اولاد ندارن، ما تا وقتی که بچه دار نشده بودیم هر کی به ما میرسید میگفت فریبرز بچه بیار بچه بیار، ببین نمیدونی، ما همین میگفتیم این نمیفهمه چی میگه، ما هزار تا کار زندگی داریم، ولی به محض اینکه این بچه قدم به زندگی شما میگذاره، همونطور که خودتون حتما میدونین، بالاخره خودتون هم بچه دار نباشین، خواهرزاده ای، برادرزاده ای، بله بنده خودم یه فرزند شاپسر بودم. پسر شما ولی الان مثل که 74 ساله جوره دقیقاً going to 75 actually واقعا عجبتی نه ولی بچه های حالا همین هم هستن. حالا از این موقعیت استفاده میکنم، نه تنها بچه خودتون رو بیارین لذت میبرید، بلکه اصولاً وجود بچه یک یاداوریه به ما که انسان‌ها از چه مرحله پاکی زندگی رو آغاز می‌کنن. من پسرمو هر روز می‌برم، الان دو سال و نیم شده می‌برمش کودکستان یا پری اسکول. به خدا قسم صبح که اینو می‌برم داخل مدرسه، من 30-40 تا فرشته می‌بینم. همینطوره، واقعا همینطوره. نگاه‌هایی که در چشمان اینهاست و من چون خودم همونطور که می‌بینید بالاخره همه شوخی میکنم با همه لطفری با همه این بچه ها سر به سر میذارم و شوخی میکنم و جوری که اینا با من تماس روحی روانی برقرار میکنن، جوری که نگاه میکنن، جوری که میان و میخوان با آدم صحبت کنن، بعد ما میبینیم که این بچه ها رو چطوری بعدن محیط خرابشون میکنه، به اینا حسادت یاد میده، نفرت یاد میده، کدورت یاد میده، و چه مسئولیت قشنگ و بزرگیه که هر یک از ما اگر اولادی به این دنیا میاریم سعی کنیم که جوری بار بیاریم که یک
المنت مثبتی به زندگی و به نسل بشر جوابو ندادن. ببین به این میگن زیرکانه جواب. برامو خوشا اومدید. هست آقای. البته ازدواج دشواری های خودش رو داره ولی بچه خیلی شما ببینیم شما تا کجا پیش میرید. آره آخرا نگفت. در هر حال نه ازدواجم خوبه البته. ازدواج کردین آقای؟ ازدواج نکردین؟ من؟ بله. خب مسلما بالاخره یه قرار یک اتفاقی بود که بعد بچه‌ای که نخریدی و سوپر مارکت. بچه آقا اینجوری در حال مرسی که با ما در میون گذاشتی. خواهش من خیلی دوست دارم و دوست داشتم که در جامعه ایرانی مقدار این اینی که هنرمندای ما این مقداری پرسونال لایفشون رو بیشتر راجبش صحبت بکنن. الان نمیگم خیلی تو دیتیل ولی همین که ازدواج کردن، بچه دارن، اسم بچه‌شون چیه مثلا، برای دوستداران و طرفدارانشون بیلیوید اور نات خیلی جالبه. کما اینکه توی محیط‌های آمریکایی غیر ایرانی می‌بینیم تمام شعار در مورد همینا صحبت میشه ولی هنوز خیلی جا نیافتاده در جامعه ما. هنوز جا نیافتاده. والا تا اونجایی که من متوجه یواش یواش هینت هینت ولی من متوجه شدم که خیلی مثل که هنوز همه، نمیگم everybody is like that ولی most people بیشتر هنوز خیلی راحت نیستن که آدم یکم وارد زندگی خصوصیشون بشه. ولی در هر حال حامد جان در لس آنجلسه، قبلا در نوردن کالیفرنیا بود ولی الان یه چندین ماهی که موو کرده به لس آنجلس. ما هم خیلی خوشحال هستیم از این بابت چون بیشتر هم میتونیم ببینیمش. و اما برای اینکه بریم و یک نگاهی هم داشته باشیم به کارهای زیبا و شنیدنی حامد نیکپی، ازتون دعوت میکنم که به یک میوزیک ویدیو توجه بکنید که قرار شد فکر میکنم بن مای روخ رو پخش بکنم. بن مای روخ یا وسط تو؟ هر کدومش هر کدوم هر دوش حاضره. you pick your بن مای روخ ریولیشن. ریولیشن اوکی، میریم ریولیشن رو میبینیم. همه کارهای حامد قشنگه. مرسی. بر همین ما همیشه we have difficulty که تصمیم بگیریم چه کاری رو از حامد پخش بکنیم ولی به هر حال میریم با هم نگاه میکنیم. برمیگردیم با شما هستیم. ممنون. باغ و گلستانم آرزو بکشای لب بکشای لب که قند فراوانم آرزو بن مای رخ بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزو بکشای لب بکشای لب که قند فراوانم آرزو زناز گفتی زناز بیش مرنجان مرا گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو 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 آن گفتنت آن گفتنت که بیش مرنجان مرا آن گفتنت که بیش مرن جانم آرزو بن مای رخ بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزو بکشای لب بکشای لب که قند فراوانم آرزو دستانم آرزو
این همراهان سست ناسه دلم گله. شیر خدا با رسلم دستان آرزو، یک دست جام باده و یک دست صرف یار، یک دست جام باده و یک دست صرف یار. رقصی چون این میانه میدان مارزوست ایدان، رقصی چون این میانه میدان مارزوست ایدان یابم دلیل گیامم. فراوانم آرزوست بن مای رخ، بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. بکشای لب، بکشای لب که قند قند فراوانم آرزوست. دوستان عزیز، یک میوزیک ویدیو از کاری از حامد نیکپی براتون پخش کردیم که اون رو هم دیدید. حامد جان، میخوای راجع به این میوزیک ویدیو و این ترانه بسیار زیبا و این قطعه قشنگ برای بیننده های ما یک صحبتی داشته باشی؟ این اجرای سال 2011 بود در سوان تیتر توی بیبرلی هیلز که یکی از اجراها و خاطرهای خوب من بود در اینجا، و شعر از مولاناست، از آلبوم دیوانه تر بود. منتها کاری رو که در یک شنبه اجرا خواهیم کرد از مجموع کارهای من نیست. من یک قطعه بدوه نوازی خواهم داشت برای ساز تنبور و پرکاشنیست خیلی معروفی گریگ الیس که کار موزیک فیلم های زیادی رو کرده با سوسن جان عزیزم. خب در حقیقت کنسرت ایشون هست و برنامه گذاره از منم خواستن که بیایم و در این برنامه باشیم و خیلی هم خوشحال شدم و با سر اومدم که این کار انجام بدیم. برنامه‌ای که خواهد بود، من اینجوری که متوجه شدم، خب سوسن دهیم بوت‌های مختلفی داره صداش و تکنیک‌های مختلفی رو در کارهای مختلف داره، رنگ‌های مختلفی داره. موزیک فیلم رو با یک تکنیک اجرا می‌کنه، تصنیف‌ها رو با یک تکنیک می‌خونه و قابلیت زیادی داره صداش. به اضافه اینکه پرفورمر خیلی حرفه‌ای بوده سال‌ها، بازیگر هست، بالرین بوده سالا، و به خاطر همین اینجور که من فهمیدم تصمیم گرفتن که یک کامبینیشنی از مجموعه از سبکای مختلفی که خودشون کار کرده بودن رو میخوان اینجا بیارن که رنگی از موسیقی سنتی هست، جاز هست و مدرن هست کار. با هم در این کارا، من البته که میگم میخوام فقط یک اینفورمیشن باشه که چه اتفاقی اونجا خواهد افتاد. ممنونم، چون خود سوسن عزیز نبود و از من خواست که توضیح بدم. مبنایی رو که برنامه گذارا پیشنهاد کرده بودن به سوسن، اونجوری که من میدونم که دلشون میخواست که مجموعه از آهنگای قدیمی ایرانی رو، ملودی ها رو که خاطره دارن مردم باشون، رو با برداشت سوسن، یعنی با تنظیم، با فضاسازی مدرن تری اجرا بکنن. و من به عنوان شنونده که اولین بار الان دارم به طور زنده این کار سوسن جون رو میبینم، چون در سان فرانسیسکو هم همین رو داشتن ولی نه با این بند، بخشی از این بند که فضای جزش بیشتر بوده. الان کمانچه مهدی باقری و منم به عنوان خواننده و نوازنده عود هستم باش. بسیار زیبا اجرا میکنه، یعنی
شباهتی شاید 100% به اون استانداردی که همه تو رادیو شنیدن نداشته باشه، ولی فوق العاده تاثیرگذار است. این کار رو با هم خواهیم کرد، یک آهنگ محلی رو با هم خواهیم خوند و بعد اسما رو نمیگم به خاطر اینکه میخوام که امشب باشه و بعد بداهه خوانی خواهیم کرد از آلبوم های قبلی سوسنجان و شب خوبی رو در کنار شما عزیزان خواهیم داشت. امیدوارم که بیاین و لذت ببرید. من خیلی هیجان زده هستم. منم همینطور، برای اینکه اینقدر راجبش صحبت کردیم که من دارم پیکچر میکنم اون شب چقدر شب متفاوتی خواهد بود. خب در لس آنجلس هم ما میدونیم برنامه‌های متفاوتی روی استیج میره، به هر حال گروه‌های متعدد، نوازنده‌های مختلف، ولی این نوع کارها کمتر اجرا میشه، بنابراین بیشتر آدم دلش میتپه که بره این نوع کارها رو ببینه. Just once in a while. و چیزی که میخواستم الان بپرسم تو صحبت‌های حامد این بود که وقتی که ما پریشب گفتگوی دیگری رو تقدیم دوستان داشتیم در رادیو همراه، من دیدم که چقدر حامد داره به زیبایی و قشنگی از سوسن دهیم یاد میکنه، به عنوان یک کسی که به هر حال حامد به عنوان یک جوان ایرانی که نسبتاً خب تازه تر از ایران اومده اینجا به این شکل سوسن رو میشناسه و کارش رو دوست داره. برام جالبه، اون شب فرصت نبود، برام جالب شد بپرسم که حامد جان، خب سوسن دهیم سالیان سال هست که در خارج از ایران هست، اصلا کلن قبلا در شرق آمریکا بیشتر بود، نیویورک. میخوام ببینم که شما کی با سوسن آشنا شدی و آیا سوسن در ایران هم اینقدر طرفدار داره که اینجا داره یا به چه شکله؟ ببینید سوسن دهیم از لحاظ شخصیتیش هم که وقتی باهاش آشنا بشیم هیچ وقت زیاد دنبال تبلیغ خودش رو کردن نبوده. درسته. و بیشتر به کوالیتی و بخش قلیزی از هنری بودن کارهاش فکر میکرده. آرتیستیک بیشتر فکر میکرده. اونهایی که اهل موسیقی جدی یا موسیقی آوانگارد و موسیقی خاص بودن حتما مطمئنا در ایران یکی از هنرمندانی که کارش دنبال میکردن سوسن دهیم بوده. سوسن دهیم با کارهای خانم شیرین نشاط هم به عنوان سانگ رایتر و پرودوسر با هم کار کرده بودن. خب قطعا ممکنه که کارهای نسل منم که من نسل بعد از سوسن هستیم در موسیقی آوانگارد یا موسیقی فیوژن، یه سری فالوورهای خودتو داری. درست. و توقعی نیستش که همه اونهایی که موسیقی پاپ رو به خوبی میشناسن کار شما رو بشناسن، ولی طرفدار داره این کارها. من هم خب چون رشته تحصیلی موسیقی بود و همیشه موسیقی مختلف رو گوش میدادم و با این که با موسیقی سنتی کاملا کار کرده بودم و فارغ تحصیل اون رشته بودم هم در دانشگاه هم در دوران قبل از دانشگاه، ولی این رو اعتقاد دارم که سبک‌های مختلف باید گوش میدادیم. سوسن دهیم رو کارش دنبال میکردم، کاملا میشناختمش. وقتی که 10 سال پیش، نزدیک 10 سال پیش به اینجا اومدم، یادم موقع مای اسپیس بود، فیسبوک و اینا نبود، زیاد رایج نبود و موسیقی تر بود، بیشتر راجع موسیقی بود و سوسن جان رو پیدا کردم. ولی از اون طریق میشد و از لحاظ یه دوستی داشتم به نام فرزین فرهادی که میوزیک دایرکتور من هست برای کنسرتام و دوست نزدیکمه و پرودوسر خیلی خوبیه، یک گروهی داشت به نام رومی نیشن که 6 سال پیش یه تور رو شروع کرد در شرق و غرب آمریکا که آلبوم معشوق همینجاست رو که خواننده‌های پاپ بسیار مطرحی مثل داریوش، مثل رامش، مثل آقای اصلانی اجرا کرده بودن، خاص با یه طعم جدیدی اجرا کنه و از به عنوان خواننده خانوم از سوسن دعوت کرد و خواننده مرد رو من داشتم. اونجا هم با هم کار کردیم و دوستیمون رو تا الان ادامه دادیم. خیلی ممنون، مرسی که منو روشن کردید. خیلی برام جالب بود که خب ما در خارج از کشور به هر حال یه سری هنرمندانی داریم که اینجا به هر حال ستایششون میکنیم، کارهاشون رو دنبال میکنیم. برام جالب بود که نسل بعدی هم در ایران این نوع هنرمندای ما رو بشناسن. چیزی هم که من خودم خیلی اعتقاد دارم بهش و شاید در نسل قدیم من این نبوده، شاید انتقاد زیاد عادت نداریم بهش از ته دل راجع به هم دیگه صحبت بکنیم، زیاد عادت نداریم که مثلا حالا اون دقیق ترین به من این رو دیدم که همیشه دیتیل و توانایی های همدیگر رو دیدن، ما مثل فامیلی میمونیم و هر چیز از توانایی های همدیگه معرفی بکنیم به بیرون قطعا تاثیر بیشتر داره. برای همین وقتی که من راجع به یه پیشکسوتی مثل سوسن صحبت میکنم همیشه دلم میخواد بهترین هایی رو که راجعش میدونم رو بگم که اگر اون کسایی هم که نمیدونن این رو آگاه بشن. این به خاطر این قضیه هستش. خیلی خوب کار میکنیم شما. من دارم
خب. فکر کنم که تلفن من هم میخواد در این مصاحبه شرکت کنه. بفرمایید. خب اگه سوالی داری نه جواب دادم. شاید سریز جواب شد. یکی از طرفدارای آقای نیکپی بود میگفتی که تلفن منزلشون رو به من بدید. گل خانم آقای گل نکنید ایشون اگه تلفنی هم باشه. میخوام گل بفرستم. من میخوام یک بار دیگه برای اون دسته از عزیزانی که احیانا شاید تازه به ما ملحق شدن بگیم که داریم مثلا برای چی اینجا دور هم امروز جمع شدیم، چه خبر هست. اگر شما که تهیه کننده این کنسرت هستید فریبرز جان، حالا دوست دارید شما هم یک اشاره باز به این موضوع داشته باشید. بله با کمال میل برای اون دسته عزیزانی که همین الان به ما ملحق شدند، just right now، این جانب فریبرز داوودیان رسما اعلام میکنم که همین یک شنبه در لس آنجلس کنسرت بسیار جالبی برای شما تهیه دیدیم، من و همکارم خانم شری رضایی از پرفیوژن ایونتس. کنسرتی برای شما تهیه دیدیم در محیط خیلی خودمانی، حالت جاز کلاب یا کابری استایل خیلی اروپایی، با میزهای گرد و شمع و گل و پروانه و می، درسته؟ تا جون، جولای. و همین یک شنبه 27 در شهر لس آنجلس. تیکت ها رو میتونید از طریق ticketbloom.com ابتدا بفرمایید. اگر بریم به وبسایت تیکت بلوم، ایونت مراببوس رو انتخاب بکنید، میتونید اونجا یا میز انتخاب بکنید یا میتونید از بلیط های ایستادنی استفاده کنید که به شما امکان میده که آزادانه رفت آمد کنید در اون محیط جذاب و قشنگ و very elegant of الری تیاتر. ساعت 7:30 در رو باز میکنیم که دوستان بتونن با هم معاشرت کنن و 8:30 شو رو شروع میکنیم. سوزن دهیم با یک گروه جاز خیلی حرفه‌ایه که بیشتر یعنی تمام اعضا تقریبا آمریکایی هستن. بله بله. با مهمان عزیزمون حامد نیکپی و کمانچه‌گر آقای مهدی باقری که کمانچه میزنن که واقعا روح شما رو به قلقلک خواهد آورد. این هم تیکت بلوم رو گذاشتن که ببینیم. بله اونم مرسی که گذاشتین. میخوایم ببینیم که تلویزیون عصر امروز چند صد هزار بیننده در محیط لس آنجلس، در فضای لس آنجلس داره و الان تلفن‌های ما دارن زنگ میزنن جوری که اصلا تلفن‌چی‌ها دیگه عاجز شدن از جواب این تلفن‌ها. برافو به شما. اصلا وبسایت تیکت بلوم الان داره ازش دود میاد. حالا تا شما دوستان میخواید تماس بگیرید به گفته آقای فریبرز خان، من چون کمتر شانس این رو دارم که با فریبرز صحبت کنم، به خصوص که از امروز به بعد این برنامه پایانی من هست برای لایو سوزی. Don't you guys start again. چرا ما هر جی میریم اون برنامه پایان میشه؟ تقصیر من آقای دیکپی ها بس قلمتون خوبه دردو. ولی نه واقعا الان جا داشت که یه اشاره هم به این داشته باشم. آغاز برنامه میخواستم بگم ولی نمیخواستم مسیر برنامه تغییر پیدا بکنه، در نتیجه فکر کردم چون دقایق پایانی هست تشکری داشته باشم اولا از آقای همایون هوشیار نژاد و سرکار خانم پوری هوشیار نژاد که واقعا با مهر و محبت و دوستی و علاقه‌ای که به برنامه‌های من داشتن و لطفی که به من دارن، من این برنامه رو برای شما الان چندین ماه هست که اجرا می‌کردم جمعه‌ها بین 5 تا 6، ولی به یه سری از دلایلی که برای خودم مشخصه ولی الانم جای صحبت کردنش نیست، تصمیم گرفتم که اصلا کلاً کار رسانه رو برای مدتی حالا حداقل کنار بگذارم، به مسائل دیگر زندگیم بپردازم. اینی که از همه شما عزیزانی که در این مدت، در این ماه‌ها، سال‌ها من رو مورد حمایت خودتون قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم. از شما بیننده های خوب و عزیزم گرفته تا مهمانان عزیزی که همیشه با روی خوش دعوت من باید برای آخر خودم رو رسوندیم اگه یه هفته دیرتر کنسرت بود ما الان چندین برنامه رفتیم ایشون گفته ما داریم نکنید خانم. البته خانم خاتمی همه ما میدونیم که شخصیتی با هوش و ذکاوت و پشتکار شما هر چیزی رو که پایان بده در واقع آغاز کار دیگری و نوینی. بله و ما هم همیشه دنبال شما خواهیم اومد، هر جایی شما که برین ما بالاخره خودمون یه جوری تو اون برنامه جا میدیم. فوقش هم اگه دیگه تلویزیون رادیو برنامه داشتیم ما خونت هفته یه بار میایم شام بخوریم. من آقای نیکپی با کمال میل شنیدم آشپزیتون هم خیلی خوبه. همون شنیدیم. بله حتما. ولی واقعا جای تشکر از همه داره، بی نهایت سپاسگزارم در این رسانه، در این سالها واقعا I learned a lot. خوشحالم از این همه واقعا تجربیاتی که کسب کردم، کم نبوده ولی به هر حال یه وقتایی لازم هست که آدم در زندگیش تغییرات ایجاد بکنه. فکر میکنم وقتش برای من هم رسیده و ولی چون خانم هوشیار نژاد به من تاکید کردن که
نگو خداحافظی، نگو برنامه آخر. و منم چون ایشونو خیلی دوستشون دارم و براشون احترام قائل هستم، چشم نمیگم برنامه آخر، فقط بگو سی یو لیتر نمیکنم، میگم سی یو لیتر. همیشه در کنارشون هستم، هر موقع هر زمانی بتونم کاری براشون انجام بدم، میدونن که دوستشون دارم و شما بیننده هارم براتون احترام قائلم و در خدمتتون حالا به عناوین مختلفی ممکنه حضور داشته باشم و در خدمتتون باشم. ولی خودش موقع تلویزیون بده، رادیو تمام رادیو رو کنسل کرد. نکنه شما هم تو کار کنسرت تهیه کردن برم میکن تیکت بلوم سرم دارم میزنن ایشون. برامو به شما. خب ولی در هر حال گفتم فقط این رو هم گفته باشم. On that note دلیلی که اینو گفتم، ولی شما 5 دقیقه از وقت برنامه من و حامد جان گرفتیم برای خدافظیتون. خب از اون بر 5 دقیقه اضافه کنیم. من میخواستم اینا رو گفتم که بگم چون بار آخرم هست اینجا در مصاحبه، از فریبرز جان بپرسم که چون میدونید فریبرز حالا این کنسرت رو تهیه داره میکنه به همراه شری رضایی، ولی فریبرز خودش همونجوری که در آغازم اشاره داشتم به تایتل های متعدد و هنرهایی که داره، میخوام ببینم داره چه کارها میکنه؟ آیا کار جدیدی داره که الان یک فرصت 2 دقیقه هم راجع به اون صحبت بکنه؟ من به شما بگم چون ایشون نذاشتن بگم، ایشون خانم میخوان جای شما رو اینجا بگیرن. نه من دارم سعی میکنم برم تو کارهای سیاسی و میخوام که برم یه کاری بکنم که جنگ از روی کره زمین ریشه کن بشه. براوو، یس و به جای اینکه مردم با توپ و تفنگ و خنجر به جون هم بیفتن، تفنگ آپاش قرار شده که قلقلک بدن هم دیگر رو. این درست شد. مجسم کنید که شما اگر میتونستید دشمنتون رو فقط قلقلک بدید. ای خدا. بعضی حالات این کار رو قشنگ واردن انجام میدن، ولی اونا یه جورایی سیخ و میخم میزنن با قلقلکشون. بنابراین بستگی به دو قلقلک. بله. حالا حالا که این سوال جدی رو از من پرسیدین، اجازه بدید منم یکم جدی صحبت کنم. چه عجب. بله خانم خاتمی. حالا چه عرض کنم، 2 دقیقه آخر بلکه ایشون جدی جواب پر بده. این هم آخرین برنامه منه در این تلویزیون و اولیش هم نیست، دومی سومی. نه خب من که همونطور که میدونید یه موقع سعی می‌کنم کارهای تلویزیونی سینمایی آمریکایی انجام بدم که همه دوستان میدونن از منم، مرتب جوانان میپرسن که ما میخوایم هنرپیشه بشیم چیکار کنیم کجا بریم. کارش بسیار دشوار، خیلی ها فکر میکنن که ستاره سینما شدن یه چیز خیلی آسونیه، باید بریم یه دوتا قیافهی داشته باشی، یکی که قرارت من مسلمن، ولی شما با آن ثابت کردی که قیافه مهم نیست. You guys من راضیم، شوخی هر جورش خوبه مگه اینکه آدم ارزم بزرگی که کاره خیلی زحمت داره برای هر نقش سینمایی که حتی هنرپیشه موفقی که شما میشناسین میگیرن، اینا 20 تا 15 تا 40 تا ملاقات و آدیشن و مادیشن میرن. ولی دور از شوخی، ای کاش میتونید این برنامه رو من ندیدم که یعنی تا اونجایی که من میدونم باشه، ای کاش یه برنامه راجع به تجربیات و کارهای بازیگری و سینما هم بد نیست شما بذارین. من فکر می‌کنم که برنامه تخصصی خواهد بود. تخصصی نه صرفا برای خیلی ها میپرسن، نه صرفا برای یک طرز. بله. من فکر می‌کنم اگه من بیننده باشم خیلی لطف داری. نه تنها شما که سالا این کارو کردین. قربونت برم، ولی خیلی ها اصلا واقعا چون میخوان تو این کار برن و جوان هستن و مرتب مثلا روی فیسبوک من هر هفته دوستی به من میگه یه سناریو نوشتم. ببین الان جوری که گفتین هیچ کی جرأت نه، من همیشه به همه میگم که این یه کار رویایی. آخه میدونی خیلی جالبه که یعنی کار هنر پیشگی بازیگری واقعا یه کار تکنیکی مثل طبابت، مهندسی، یه مقدار زیادی تعلیم و تربیت لازم داره. من اون نقش شما رو در سریال وید خیلی دوست داشتم. خیلی لطف کردی. 24 هم شما 24 من نبودم. نه NCIS بودم و یونیت بودم و تازگی هوملند بودم. هوملند بودم. مثلا نقشی که من مثلا در هوملند داشتم شاید منو برای 4 نقش اینا 4 بار بردن آوردن، اینو حفظ کن، اونو بگو، اینو حالا اینجوری بگو، حالا اونجا بشین، حالا ابروتو اونجوری کن.
یه بار گفتن نه، دو بار گفتن نه، سه بار گفتن نه. این یه رولر کوستر روحی هم هست، یعنی واقعا کاریه که مود عوض میکنه، یعنی کنترل هم دست خود آدم بله. نیست. نه اینو خواهش میکنم منصرف شید کاره مثل هر کار دیگر. و تنها نکته ای که من فکر میکنم مهم هست آدم همیشه بدونه و آگاه باشه اون این که کجا آدم اون پشن و اون عشقش هست، چون هیچ کاری آسون نیست، ولی اگه یه کاری باشه که آدم واقعا دوست داشته باشه و پشن و علاقه و شدت عشقش به اون کار زیاد باشه، بعد کار براش راحته. وقت ما به پایان رسید دوستان، ازتون تشکر میکنم. آقا سب کنید کنسرت یک شنبه 27 چه ماهی الان؟ جولای. شوخی میکنم بابا، میدونم جولایه، هم ماه پیش جون بود دیگه، ماه بعدی هم آگسته. خب وعده دیدار ما در ال ری تئاتر، خانم سوزی خاتمی هم تشریف میارن اونجا، اگه میخواین باشون خدافظی بکنین، از نزدیک ببوسینشون و دیگه تو تلویزیون ممکن نبینینشون، تشریف بیارین دست ایشون هم بفشارید. بعد از کنسرت هم حامد عزیز و سوسن و خود بله. من و سوزی جان در جمع شما خواهیم بود، خواهیم با هم لذت خواهیم برد، سی دی پخش خواهیم کرد و مشتاق دیدار یک یک شما عزیزان. ممنون وقتتون هستم، ممنون از شما سوسن عزیزم، بشری جان خالی بود، ممنون از همه شما بینندگان عزیز، براتون آرزوی بهترین ها رو همیشه دارم.